درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشسته اید. سیامک دهخانپور هستم. در چهارشنبه 27 دی ماه 16 ژانویه نگاهی به سخنرانی امروز محمود احمدی نژاد در مجلس داریم و میپرسیم انتخابات آزاد یعنی چه؟ ما اومدیم ثروت ملت رو بلوکه کردیم دست چند تا بانک، به اونا میگیم این ثروت رو کجا خرج کن، بعد به ملت میگیم بدو دنبال بگیر. بعضی دوستان ایراد میگیرن، میگن اگر که ما یارانه نقدی بدیم موجب بیکاری و تنبلی میشود. خب در تمام دنیا مگر بیمه بیکاری وجود نداره؟ بزرگترین طرح تحولی که همه اونا میگفتن موجب بحران میشه، آشوبهای اجتماعی میشود، هیچ دولتی در ایران و هیچ نظامی در ایران نمیتونه این رو اجرا بکنه، با موفقیت کامل اجرا شد در همین دور اول هدفمندی. خب مخالفین زیادی داشت، مقاله می نوشتن، سخنرانی می کردن، یادتون هست. بعضی هم می گفتن آقا، دوستانه می آمدن به ما می گفتن آقا نزدیک انتخابات است، اگر شما هدفمندی رو اجرا کنید این بار منفی داره در انتخابات، اجرا نکنید. حالا بعضی که مشترکن با همون قبلی ها میگن آقا هدفمندی رو اجرا کنید بار مثبت داره در انتخاب. نه ما اون دفعه هدف انتخابات داریم، نه این دفعه. هرگز اهمیت مجلس به این نیست که دایره اختیارات رو به مرزهای اجرا سرایت بده، این حتما به نفع هیچ کدوم از ما نیست. مدیریت اجرایی کشور باید متمرکز باشه. بالاخره اگه استقلال قوا هست باید برای حس قوه باشه. یه مردمی که قالی میبافن که نباید رو حسیر زندگی کنه. یه ملتی که رو دریای ثروت نشسته نباید توش فقیر پیدا بشه. بخش‌های گزیده‌ای از سخنرانی امروز محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی بود. تأثیر تحریم‌ها بر مردم و اقتصاد ایران، به رغم تأکید رئیس مجلس بر سوء مدیریت دولتی و تذکر رهبر به دولت بر سر تأخیر در ارائه بودجه، حرکت به سمت بودجه بدون ارز نفتی، تأکید بر نداشتن انگیزه های انتخاباتی در اصرار بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها با وجود گرانی کم سابقه و ضرورت تمرکز مدیریت در کشور، محورهای سخنرانی امروز 8:30 صبح محمود احمدی نژاد در صحنه علنی مجلس بود. احمدی نژاد که پس از سخنرانی با وجود درخواست نائب رئیس مجلس نماند که حرف نمایندگان را بشنود و جلسه را ترک کرد، سخنانش با واکنش نمایندگان روبرو شد. غلامرضا مصباحی مقدم گفت پاره‌ای از طرح‌های پیشنهادی آقای رئیس جمهور مناسب آغاز دوره نهم ریاست جمهوری بود، نه پایان دوره دهم. احمد توکلی گفت 200 روز به پایان عمر دولت نمانده، نباید دولت به دنبال طرح‌های بزرگ برویم. محمد رضا پور ابراهیمی هم تاکید کرد مردم برای افزایش قدرت خرید حاضرند یارانه‌های دولت را پس دهند. حسن کامران گفت اختلاف در عرصه حاکمیتی خلاف جهت منویات رهبری است. اما سردار ناصر شعبانی از فرماندهان سپاه در گفتگوی با روزنامه قانون گفته است در کل احمدی نژاد بنا ندارد با خرد جمعی کارش را پیش ببرد و میتوان به اختلافاتی که بین مجلس و دولت ایجاد میشود اشاره کرد. ما باید بپرسیم احمدی نژاد از اول هم اینطوری بود یا ما از اول نمیشناختیم؟ متاسفانه احمدی نژاد با همه خوبی هایی که میتوانست داشته باشد، امروز از یکی از فرصت های نظام دارد به تهدید تبدیل میشود. این استاد دانشگاه امام حسین میگوید باید برای احمدی نژاد دعا کرد که عاقبت به خیر شود، برگردد و سوار کشتی انقلاب شود. ایشون میگه تحلیل امروز ما این است که مسائل معیشتی که عوامل مختلفی مثل سوء مدیریت و تحریم و غیره در آن دخیل هستند در فراوانی نارضایتی ها اثر بگذارد و بعید نیست بستر اقتصادی آماده باشد و در زمان انتخابات نیز سیاسی ها بخواهند از این سوء استفاده کنند. احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری دیروز گفت بعد از هشدار رهبری در خصوص عدم تکرار بحث انتخابات آزاد، اگر افرادی همچنان در این واژه بدمند، نشان از آن دارد که آنها
ضد ولایت فقیه هستند. از شما پرسیدیم آیا انتخابات آزاد در ایران به شورش اجتماعی منجر می شود؟ همطور که می بینید کاربران فیسبوک افق اکثریت گزینه خیر رو انتخاب کردند. به فیسبوک افق برید و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. از طریق گوگل پلاس، توییتر و ایمیل برای دریافت فایل صوتی برنامه هم میتونید با ما در تماس باشید. در ضمن برای شرکت در نظرسنجی انتخاب 5 مهمان برگزیده سال افق در فیسبوک کماکان فرصت دارید. چند روزی میتونید برید به فیسبوک افق و در این نظرسنجی برای انتخاب مهمان مورد علاقتون شرکت کنید. نگاه بیندازیم در هفت پرده به تعریف رهبران جمهوری اسلامی از انتخابات آزاد. بر رأی مردمه، انتخابات آزاد حق مردمه، هم اصالت داره، هم ضرورت داره، هم اهمیت داره. در این که بخوان برخلاف قانون اساسی صلاحیت‌های رئیس جمهور رو ببندن، نه اختلاف، هی نگن انتخابات باید آزاد باشه. خب معلومه که انتخابات باید آزاد باشه، مگه از اول انقلاب تا حالا ما 30 چند تا انتخابات داشتیم کدامش آزاد نبوده است؟ تو کدام کشور دیگر انتخابات از اونچه که در ایران می‌گذرد آزادتر است؟ علی سعیدی نماینده رهبر ایران در سپاه پاسداران. وظیفه ذاتی سپاه مهندسی معقول و منطقی انتخابات است. برخی مهندسی انتخابات را قبول ندارند و ادعا می کنند که سپاه در انتخابات دخالت دارد. سخنان محمود احمدی نژاد در واکنش به اظهارات نماینده ولی فقیه در سپاه: هیچ کس بالاتر از ملت در کشور نیست. این بزرگان فرمودند که ما یک رأی بیشتر نداریم و این ملت است که تصمیم می گیرد و انتخاب می کند. هر کس بخواهد مردم را مدیریت کند، مردم او را مدیریت می کند. حسین ابراهیمی، عضو جامعه روحانیت مبارز: برخی از نیروهای داخلی نیز همصدا با فتنه‌گران داخلی شده و انتخابات را زیر سوال می برند. اخیراً اظهاراتی از سوی رئیس جمهور، هاشمی رفسنجانی و موسوی خوئینی‌ها در خصوص انتخابات زده شده. همصدایی این افراد با بیگانگان نشان دهنده این است که سناریوی جدیدی برای نظام در آستانه انتخابات چیده شده است. بعد از رهنمودهای مقام معظم رهبری دیگه تکرار نکنند کلید واژه نادرست انتخابات را. ایجاد شبهه میکنن، باید بدونن که این حرف از کجا داره نشأت میگیره. سلطنت طلب ها اول در ماه ها قبل بحث انتخابات آزاد رو مطرح کردن، پشت سرش اپوزیسیون خارج از کشور این مطرح کرد. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و امام جمعه تهران: انتخابات آزاد را یکی از آنها که از همه گردن کلفت تر است مطرح کرده. انتخابات آزاد کلید و رمز فتنه و شورش جدید علیه نظام است. مهمانان امشب افق، آقایان محمد نوریزاد روزنامه‌نگار و مستندساز از ایران با ما هستند، آقای بابک داد روزنامه‌نگار و خبرنگار پارلمانی مجلس چهارم و پنجم از پاریس، و آقای حسن دایی مدیر بنیاد غیرانتفاعی در جستجوی حقیقت از ایالت کنتیکت به ما میپیوندند. به افق همه خوش آمدید. آقای نوریزاد، سخنرانی آقای احمدی نژاد رو در مجلس حتما شنیدید یا خواندید متنش رو. ایشون در پی چه بود از این حضور و در واقع نایستادن برای پرسش و پاسخ با نمایندگان؟ من سلام عرض میکنم خدمت دوستان حاضر و همه بینندگان خوب و سهیم ایران. عرض کنم که آقای احمدی نژاد در مجلس دنبال تنظیم باد و تنظیم موتور شخصیت نامتعادل خودش. من برخلاف کسانی که مدعی هستند که
آقای احمدی نژاد با قبولاندن ضرورت اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه ها میخواد زمینه نفوذ حامیان خودش رو در انتخابات آتی فراهم کنه و رأی طبقات متوسط به پایین کشور رو که طیف وسیع یارانه بگیرها عمدتا در همین طبقه هستن میخواد رأی اینها رو برای فرد مورد نظر خودش بلوطی کنه. مخالفم شاید صورت ظاهر قضایا و معادلات سیاسی کشور همین نتایج رو پیش روی ما بگذارن، اما من معتقدم احمدی نژاد با ورود به مجلس و تحمیل این که من فقط حرف میزنم و حرف گوش نمی کنم، میخواد در حوزه حراس و فضای امنیتی که خواهناخواه او و یارانش در اون فرو خواهند رفت یک تعادل ایجاد کنه. اول اجازه بدید درباره مجلس بگم که با پوزش از عده بسیار قلیل اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان ما در مجلس هیبتی و ظاهری از انسان و نمایندگی دارند و حالان که باطن اونها به خاطر خیانتی که در شأن و وظیفه نمایندگی مرتکب شده و میشن بیشتر عذر میخوام به گوسفندانی شبیهن که هر از گاهی یک بعبعی میکنن تا کسی نگه اینها مردن. مجلس ما متاسفانه یک مجلس گوسفندواره که این گله گوسفند چوپانی میخواد. احمدی نژاد مرتب ترکه چوپانی خودش رو بر سر این گوسفندان زده و مرتب هم خواسته این رو بگه که مجلسی که شهامت ایستادگی بر سر شخصیت و هویت خودش رو نداره پس همون بهتر که گوسفند باشه و منم چوپانش. مجلسی که اسیر زبون ذلیل گوش به فرمان و مطیعه، هیچ دستگاهی براش تره خورد نمی کنه و به دنبال منویات مقام معظم رهبری و از استقلال خاطری هم در ذهن گلوار خودش نداره، چرا نباید توسط فرد نامتعادلی مثل احمدی نژاد به بازی گرفته بشه؟ احمدی نژاد میدونه که پس از پایان دوره ریاست جمهوری کارش توسط اطلاعات و سپاه ساخته است و این دو نهاد ترکیبش رو میدن. هر از گاهی با ورود به خط قرمزها تلاش میکنه به این نهادها و مخصوصا به رهبری یادآور بشه که من برخلاف گوسفندهای مجلس زنده و از شماها نمیترسم، که البته این خودش نشانه ترس او از فردای خودشه. احمدی نژاد فکر میکنم بلافاصله بعد از فردای ریاست جمهوریش به یک ورطه‌ای در انداخته بشه که بسیار پر از هول و حراسه. بله. خلاصه مجلس اینجوری بود. بله. اینجوری هست. برمیگردیم حتما به شما بیشتر باهاتون صحبت میکنیم. روی خط ما باشید آقای نوری‌زاد. آقای داد، شنیدید صحبت‌های آقای نوری‌زاد رو؟ جلسه را می‌دونم شما با دقت دنبال کردید. یک یادداشت قبل از سخنرانی امروز آقای احمدی نژاد شما نوشته بودید در فیسبوکتون، گفتید باز هم احمدی نژاد می‌خواد با نخ نامرئی‌اش به مجلس برود. آقای غلامعلی جعفرزاده جایی در واکنشی که به سخنرانی آقای احمدی نژاد داشته امروز میگه آن روزی که ایشان صحبت از آوردن نفت بر سر سفره‌ها کرده بود مردم روی فرش زندگی می‌کردند، امروز که صحبت از قالی و حصیر می‌کنند معلوم نیست چه بر سر مردم خواهد آمد. تو را به خدا حرفی از قالی و حصیر نزنید. و یک یادداشتی هم افکار نیوز نوشته بود و گفته بودن که آقای احمدی نژاد از آهنگای لس آنجلسی دزدی کرده و یک اشاره‌ای به همین بحث قالی و حصیر کرده بود. بفهمید که برداشت شما از صحبت‌های امروز چه بود؟ آیا فکر می‌کنید به گفته آقای نوری‌زاد این مجلس که ایشون توصیف می‌کنه گوسفندوار عمل می‌کنه لیاقتش همینه که احمدی نژاد بیاد و اینگونه باش برخورد بکنه؟ بله، اولا اون آهنگ لس آنجلسی رو احمدی نژاد خورده بود، اصلا امروز نه تنها اجراش کرد بلکه من فکر کنم دیشب تا صبح ایشون این آهنگ رو خورده بود از بس شنیده بود. من فکر کنم دیشب به هر دلیلی احمدی نژاد نصف کتابچه ای رو که برای امروز نوشته بود که در مجلس بخونه پاره کرده بود یا براش پاره کرده بودند و با نصف دیگرش اومد به مجلس.
بنابراین هر جا که میخواست از اون نصفه ای که قرار بود امروز صبح بخونه خارج بشه، یا خودش رو سانسور میکرد، یا اینکه میگفت خب حالا بگذاریم. خیلی وقتا جمله هاش ناتموم میموند و عاقبت هم با شعر معین تمام کرد که به هر حال مردمی که فرش میبافند چرا باید روی حصیر بشینن، و این شعر به اصطلاح لس آنجلسی رو اینقدر به نظرم دیشب تا صبح به خاطر این که سوژه‌ای برای خراب کردن خودش نداشت خونده بود و میخواست یه خاطره ای در دل مردم داشته باشه، و اون شعر کاملا در جهت صحبت‌های احمدی نژاد هستش که مردم سختی کشیدن شما رو مرد میکنه و شما مردمی هستید که خیلی به اصطلاح از شمال تا جنوبتون گندمزار هست و بهشت هست و فلان هست. و به نظرم احمدی نژاد موقعی که رفت پشت تریبون مجلس قرار گرفت امروز همین کارو کرد. یه نخ نامرئی داره میبنده به پایه تریبون و بعد وقتی که صحبتاشو میکنه دستی تکون میده و خداحافظی میکنه، با خودش که میره این نخو میکشه و تریبون و سقف رو میره پایین. پیشبینی من این بود که امروز احمدی نژاد بنا داره که علاوه بر سقف مجلس که خب بار قبل تو اون شوخی های مستهجنش پایین آورده بود، این بار مثلا جاهای دیگر رو هم بلرزونه. گمان بر این بود، ولی به هر حال دیشب ظاهرا نصف کتابچش رو کسی پاره کرده بود یا خودش تصمیم گرفته بود پاره بکنه. و جایی از صحبت آقای جعفر آقای جعفرزاده باز میخوام یعنی صحبتتون نماینده رشت جایی میگه که آقای احمدی نژاد در خلال صحبتش گفت ما چیز محرمانه‌ای با مردم نداریم، ولی نمایندگان مسائل محرمانه‌ای بسیاری دارن، ولی به دلیل اینکه خود را سرباز ولایت میدانن از کشاندن آنها به صحنه جامعه پرهیز میکنن. و دقیقاً همین صحبتی بود که نشون میده که نمایندگان تا چه حد مردمی هستند، و طبق صحبت آقای نوریزاد نمایندگان آیا واقعا برآمده از مردم هستند یا نه. نماینده‌ای که به خودش جسارت میده و میاد میگه که ما بله مسائل محرمانه ای هست، اما چون خودمون رو سرباز ولایت میدونیم نمیخوایم صحبت ها رو با مردم در میون بذاریم، اولا اعتراف میکنه که بین ولایت و مردم یک فاصله است، و این اعتراف بزرگی است. به نظر من نقطه های بزرگ امروز در صحبت احمدی نژاد نبود، در حاشیه های این اتفاق بود که از 8 صبح تا 12 و ربع در مجلس اتفاق افتاد. در لابلای صحبت های لاریجانی شما میتونید یه تکه هایی رو پیدا بکنید و نمایندگانی 13 گانه ای که صحبت کردند، و البته حرف هایی که زده شد و حتی آیات قرآنی که در ابتدای مجلس خونده شد که از سوره مائده آمده بود که به احمدی نژاد عملا داشت هشدار میداد که بر عهدت باقی بمان، وگرنه که چنین و چنان خواهد کرد خدا تو رو، و میدونیم که اخیرا خدا لقب مستعار آقای خامنه ای هست. به هر حال امروز آقای احمدی نژاد به خلاف اون چیزی که همه انتظار داشتن که یک فیلم خیلی اکشنی رو اجرا بکنه در مجلس و ترتیب یه سری کارها رو بده، و من فکر کردم نخی رو میکشه و اون فکر کرد تبری میاره و یکی فکر کرد لودری میاره، احمدی نژاد امروز خیلی آهسته آمد، خیلی آهسته شوخی هاشو کرد، توهین هاشو کرد و خیلی آهسته رفت. به هر حال منش خودشو نشون داد. بله. بدتر از اون مجلسی بود که با این احمدی نژاد ملایم شده هم مدارا کرد، و احمدی نژاد تونست با همین مجلس، یعنی با ولوم پایینتری با همین مجلس همون برخوردی رو بکنه که سری قبل کرد، و نماینده ها بعد از اینکه اون رفت شروع کردن به ناله و نفرین کردن و اینها، که خب دیگه ایشون تو راه هست و به قول خودش برنامه های بعدیش. بله حتما میایم که بعد این پرسش اساسی رو مطرح بکنیم، چون آقای نوریزاد هم گفتن که اصلا ماجرا بر سر فاز دوم هدفمندی یاران ها نیست، این اختلاف رو باش در مورد صحبت کنیم. آقای دایی بشنویم واکنش شما رو به اون چه که امروز گذشت، و نکته ای رو آقای نوریزاد گفتن که به گفته ایشون سپاه و اطلاعات ترتیب آقای احمدی نژاد رو خواهد داد. شما هم چنین تصویری می‌بینید یا فکر می‌کنید که احمدی نژاد با این رویه که داره بازی می‌کنه برای خودش نقش قائله؟ با سلام جناب دهقانپور، با سلام آقای نوریزاد و آقای داد، و با درود به همه هموطنان عزیز، اجازه بدید قبل از اینکه وارد بخش سیاسی سخنرانی احمدی نژاد امروز بشم که بسیار مهمه به اعتقاد من، احساس خودم رو به عنوان یک ایرانی بگم که فکر میکنم خیلی از هموطنانم احتمالاً در این احساس من شریکن.
من دیشب در یک مهمانی بزرگی بودم، عده زیادی هموطنان بودن، اساتید دانشگاه، رؤسای دانشگاه بسیار موفق و اکثرا هم به فکر ایران هستن، تلاش میکنن، طبیعتا برای من مایه افتخاره. صبح که از خواب پا شدم دیدم یک پاسداری رو که کت و شلوار تنش کردن و رئیس جمهور خطابش میکنن در یک محوطه‌ای که اسم مجلس گذاشتن که دی پاسدار هستن، اومده به مردم ایران، یعنی سرزمین کوروش و داریوش، انقلاب مشروطیت، باقرخان و ستارخان و امیرکبیر، به این مردمی که روی دریای نفت و گاز خوابیدن میگه 6 میلیون درخت بلوط داریم و این بلوط‌ها داره به هدر میره، در حالی که همین الان میلیاردها دلار برای لبنان و سوریه و فلسطین و جای دیگه دارن خرج میکنن. بله، یکی از نماینده ها گفته بود که 6 میلیون بلوط رو آقای احمدی‌نژاد دیده ولی 6 میلیون بیکار رو نمیبینه ظاهرا. بله، البته اون نماینده هم 6 میلیون درختی که تناب دار در این سالها خودشون و دیگران گذاشتن او رو احتمالاً ایشون ندیده. اما ببینید نکتهش چیه، برای من احساس من چیه، برخورد تحقیرآمیزی که یه آقایی میاد با ملت ایران میکنه، یک شبه که خلق نشده که. من تصویری که تو ذهنم به عنوان ایرانی، احساسی که امروز داشتم اینه که ما ایرانی های خانواده هستیم. چند گروه سارق و متجاوز وارد خانه ما شدن، این خونه رو به تصرف در آوردن، به اهالی خانه تجاوز کردن، فرزندانشون رو کشتن، اموالشون رو به سرقت بردن. هر چند سال یه بارم میان به این مردم میگن بیاید از بین ما باندها یکی رو انتخاب کنید تا امور خانه شما رو بگردونه. بعد شروع میکنن بازی کردن برای جلب نظر اهالی این خانه. یکی میشه سردار سازندگی، یکی میشه گفتگوی تمدنها و مردم سالاری دینی، یکی میشه احمدی نژاد، یکی از نمایندگان 8 سال پیش وعده داده بود که 50,000 تومان نقد بده. خود احمدی نژاد گونی های سیب زمینی پخش میکرد، الان هم میخواد با 100,000 تومان 150,000 تومان رأی بیاره. ببینید چه برخورد تحقیرآمیزی. مردم ایران و نسل‌های آینده نخواهند گذشت و نخواهند بخشید کسانی که در این 30 سال با این نمایش شرم‌آور به مردم ایران این برخورد شرم‌آور رو کردن. همین چند روز پیش دیدم یه اعلامیه چند نفر از کسانی که در خارج هستن امضا کرده بودن در مورد مسئله هسته‌ای، که به اون اعلامیه کاری ندارم، زیرش امضا کرده بودن نمایندگان سابق مجلس. مگه نماینده این مجلس بودن افتخار داره؟ تو این 30 سال شما در این نمایش شرکت کردید، این برخورد کردید. بنابراین احساس اول من جناب دهقانپور این احساسیه که به شدت من رو آزار میده و این رو خواستم بگم. اما بخش سیاسیش به نظر من مهمم هست و اونم اینه که ببینید دعوای 1 ساله گذشته احمدی نژاد با مجلس رو ببینید، کلا دعوایی که با سیستم داره نگاه کنید، آنچه در درجه اول احساس میشه اینه که تنها چیزی که برای نظام مطرح نیست حل مشکلات مردمه. خامنه‌ای هم حتی جلوی مجلس رو برای اینکه سوال بکنه در مورد وضعیت مردم از احمدی نژاد گرفت. خب برای اینکه خامنه‌ای و سپاه اولویت‌های دیگری دارن، به قول خودشون امور جزئی که مردم گرسنه نمانن، دارو داشته باشن یا هوای تمیز داشته باشن، این امور جزئی رو به احمدی نژاد واگذار کرده، کسی هم حق سوال نداره. مهم نیست دغدغه نه مجلس، نه رئیس جمهور، نه رهبر و نه سپاه، هیچ کدوم مسئله شون مسائل اساسی کشور نیست. دنبال چی هن؟ همون حرفی که شعبانی، همون پاسداری که شما اشاره کردید، جانشین دانشگاه امام حسین از فرمانان ارشد سپاه گفته، گفته ما چند ماه دیگه صبر بکنیم، در سوریه و لبنان و عراق دنیا میاد با ما وارد سازش میشه، یعنی ما به سلاح هسته‌ای دسترسی داشته باشیم، کنترل بکنیم منطقه رو، مردم ایران رو هم سرکوب بکنیم، به حکومت خودمون ادامه بدیم. این براشون اصله، خط قرمز اینه. دیدید وقتی احمد نژاد سر وزارت اطلاعات خواست یه قدم جلوتر بره، خامنه‌ای دخالت کرد، نشون داد سر جاش، برای اینکه خط قرمزه. سرکوب مردم، مسائل هسته‌ای، دخالت در امور منطقه، اینا همه خط قرمزه. کسی حق ورود نداره برای حکومت جدی. مسائل دیگه، نان مردم، غذای مردم، داروی مردم، اینا که مهم نیست، این رو احمد نژاد هر کاری خواست بکنه. این برداشت من از سخنرانی یعنی یکی از زوایای سخنرانی احمد نژاد امروز در مجلسه. آقای دایی خیلی کوتاه بفهمید، شما اعتقاد دارید که اصلا این اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه چه تأثیری بر برنامه‌هایی که آقای احمد نژاد در ذهن داره نخواهد گذاشت؟ در مسئله اقتصاد که همون فاز اولش هم اضافه بود، در یه حکومتی که باندهای اقتصادی حاکمن تحت تحریمه که نمیشه این کارا رو کرد، که
اصلا اقتصاد درستی ندارن که بخوان یه طرح درست انجام بدن. این یک. اما در کلش من اعتقاد دارم کماکان دست بالا رو ما زیاد هم نباید اشتباه تصور بکنیم. درست احمد نژاد زیاد شعار میده، پولم دستشه، دست بالا رو خامنه‌ای و سپاه دارن، هر نقشه ای هم برای انتخابات کشیده باشه بخوادن نارضایتی مردم استفاده کنه، دست بالا رو اونها دارن. با وعده 150,000 تومان اتفاقا شکاف بین مردم و نظام رو بیشتر خواهد کرد، مردم بیشتر علی خامنه‌ای تحریک خواهند شد. از این نظرش خوب بد نیست، ولی به هیچ جا نخواهد رسید. آقای نوریزاد، این آقای شعبانی که الان هم صحبتش شد گفتش که ابتدای برنامه من اشاره کردم در این مسابقه قانون که گفته احمدی نژاد تبدیل به تهدید شده برای نظام. آیا سپاه واقعا احمدی نژاد رو تهدید میبینه یا اینها فضاسازی انتخاباتیه؟ عرض کنم که ببینید اگر ببینیم که اصلا چرا مسیر پرسش پاسخ در مجلس عوض شد، چرا احمدی نژاد بهایی به دستگاه قضایی نمیده، بهایی گاه به سخنان رهبری نمیده و مثلا از برادران قاچاقچی سخن میگه، اینا دلیلش هیچ نیست که میخواد بگه آی رئیس مجلس، آی نماینده های مجلس، آی دستگاه قضایی، شما ها گله گوسفندید و من چوپان و در شان چوپان نیست که با گله گوسفند هم سخن بشه صحبت بکنه. این که آی احمد نژاد میاد صحبت میکنه و میره، این به معنی اینه که میخواد بگه که آهای کسانی که خودتون نماینده مردم میدونید، شما ها کسانی نیستید که ارزی برای من داشته باشید، شما ها هستید تا منویات من و احتمالا منویات رهبری رو قانونی کنید و میخواد بگه این منم که باید حرف بزنم و شما ها مثل بره های ریزبان گوش کنید. این رفتار آقای احمدی نژاد هم متأثر از شخصیت روان پریش ایشونه، هم اتفاقا لیاقت مجلسی ها هم همینه که یه نفر آدم نامتعادل بیاد و هیکل همه اونها رو گلندود کنه و اونها عرضه ای و لیاقتی و هنری نداشته باشن که در مقابل او ارزندام بکنن. و من و در مورد این پرسش شما واقعیت قضیه این است که آقای احمدی نژاد به فضاهایی ورود کرده و در این سالها از مسائلی خبردار شده که اینها جزء خط قرمزها بوده و سیستم رهبری سپاه اطلاعات او رو به عنوان عضوی از خانواده پذیرفت و احمدی نژاد توانست هم کلاه گشادی بر سر متاسفانه رهبر بگذاره و هم بر سر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و در این سالها به ویژه در دوره اول ریاست جمهوری سر به جاهایی فرو برد و از ماجراهایی خبردار شد که نباید، یعنی هم رهبری هم سپاه هم اطلاعات احمدی نژاد رو عضوی از خانواده به حساب آوردن و او رو از بخشی از اسرار پنهان خودشون مطلع کردن. آقای احمدی نژاد هم در همون دوره اول خیلی خوب با اینا راه اومد، کام سپاهیان رو با دلارهای نفتی آلود اونها رو مسئول کرد، وزارت داد، پست داد و دست به بیت رهبری و به خصوص این آقا مشتبه خامنه‌ای رو در بسیاری از کارها در زمینهای مالی اقتصادی گشود. هر چه سفارش کردن گفت چشم، هر چی خواستن گفت بفرمایید، اما بعد اون برگشت به اون شخصیت واقعی خودش، یعنی نقاب رو کنار گذاشت و سعی کردم اون شخصیت نامتعادل همیشگی باشه. دو سه سالی از این پسرک هفت گوش کن از دایره اطاعت محض بیرون زده و چون آدم نامتعادلیه بعضی وقتا حرفایی میزنه و کارایی میکنه که از انتظار بیرونه. دو سه سالیه که هر چه سپاه میگه و هر چه رهبری میخواد و هر چه آقا مجتبی سفارش میده پشت گوش میندازه و چون این پسرک ناقلا سر به اندرون این خانواده خودی ها برده و از اسرار پنهان هسته‌ای و نفتی و حزب الله لبنان و ریخت و پاش های بیت خبردار شده و از پرونده های اطلاعاتی برای خودش آرشیوی درست کرده، حالا دیگه آدم خطرناکیه و چون نامتعادله ممکنه کارهایی بکنه، پس باید او رو تعمیر و مراقبت کرد و با موتور خاموش او رو به انتهای همین دورش برد تا به پایان خط برسه. احمدی نژاد میدونه که اطلاعات و سپاه او رو آرام نخواهند گذاشت و دیر یا زود ترتیبش رو خواهند داد. این نکته که آقای نوریزاد، عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم، این مطلبی که الان برشه که آقای خامنه‌ای همین چندی پیش به صراحت گفت که
بین مجلس و دولت تنش لازم نیست. صراحتاً ایشون گفت اونهایی که این مسیر رو دنبال میکنن خیانتکارن. وقتی آقای احمدی نژاد خودش بعد از اون تمام چالش‌هایی که بر سر به پرسش گرفتن ایشون در مجلس پیش آمد، بعد خودش میاد پیش قدم میشه که بره و این برنامه امروز پیاده بکنه، ایشون داره به نظر شما مستقیما دهنکجی به رهبر میکنه؟ یا باز من پرسش دارم که آیا این برنامه هماهنگ شده است برای اینکه فضا برای انتخابات به اصطلاح تنور انتخابات رو پیشاپیش گرم بکنن که کشاکش سیاسی واقعی در درون نظام است؟ بله، پرسش درستیه. ببینید آقای احمدی نژاد باید، من روی این کلمه باید تاکید میکنم، ایشون باید هر از گاهی نشون بده که فرد متعادل و مطیعی نیست، یعنی همون شخصیت واقعیش رو باید نشون بده. آقای احمدی نژاد به این باید سخت محتاجه، برای اینکه دیگران، مجلس، دستگاه قضا و به ویژه رهبری حواسشون جمع باشه که با یه آدم معمولی طرف نیستن. اگه اشتباهات فاحش رهبری رو در این سالها، یکی ورود به قمار هسته‌ای بدونید، یکی آراستن یک اندرونی مالی نامشخص در بیت، یکی فرابردن سپاهی‌ها و دخالت دادن اونها در اموری مثل مسئله اقتصادی و سیاسی و امنیتی و اطلاعاتی، حتما یکی از اشتباهات فاحش و رهبری که اتفاقا میتونست موضوع مجلس خبرگان باشه و ایشون رو به چالش بکشن اگر با نماینده درست حسابی در مجلس خبرگان میداشتیم. پس یکی از این اشتباهات فاحش مهندسی انتخابات سال 88 برای برآمدن و برکشیدن احمدی نژاد بود. رهبری برای تحقیر معترضان مرتب در این سالها از دو واژه فتنه و بصیرت بسیار بسیار استفاده کرد، از این دو واژه فتک ساخت و بر سر معترضان کوب. حالا متوجه شده که همه معترضان این روزها رو می‌دیدن و می‌دونستن که احمدی نژاد کشور رو به سمت تباهی می‌بره و اتفاقا این مردم معترض بودن که بصیرت داشتن و دم و دستگاه اطلاعات و سپاه از این بصیرت بی‌بهره بودن. حالا احمدی نژاد با این شخصیت نامتعادلی داره افتاده به جون رهبر و اطلاعات و سپاه تا جان خودش رو در فردای پس از پایان دورش نجات بده. احمدی نژاد به شدت احتیاج داره به این که او رو پیش از اتمام دورش برکنار کنن، یعنی آرزوش اینه که الان شرایطی پیش بیاد، رهبر او رو برکنار کنه، مجلس او رو برکنار بکنه. او سخت به این برکناری محتاجه و این برکناری کاری، یعنی جوری میشه که از او یک قهرمان ساخته میشه، لااقل با پیروزمندی کنار میشه. بسیار. آقای داد، تحلیل جالبی است. آقای احمدی نژاد از این اصطلاحا انگولک ها به دنبال اینه که کار رو اونجا بکشینه که برکنارش بکنن. امروز تو صحبتاش هم یه اشاره کرد، اگر این رو شما بهش توجه بکنید ممنون میشم. میگه دور اول، اشارهش به همین اجرای هدفمندی یاران، میگه دور اول مخالفان زیادی داشت. بعضی ها میگفتن چون نزدیک انتخابات است بار منفی برای انتخابات دارد، و عده دیگر هم میگفتن برای انتخابات بار مثبت دارد، اما هدف ما این مسائل نبود. دوباره داره ایشون بازی رو شروع کرده و تاثیر رو انتخابات به نظر شما؟ ببینید، علت اصلی کارهایی که الان احمدی نژاد بازی بدون توپ میکرد توی این مدت و این بحث سوال نمایندگان و عقب افتادن اون و تأخیر اون و لغو اون و این بار خواسته خودش برای حضور در مجلس، در واقع فضاسازی و بازیسازی است که احمدی نژاد به دنبال اون هست که در فضای سیاسی کشور نقشی که میخواهد رو در انتخابات پیش رو برای تیم خودش داشته باشه و ایجاد بکنه. این فضا رو به زعم خودش با ایجاد بعضی به اصطلاح برنامه‌های تنش آفرین مثل بعضی مصاحبه ها و امروز سخنرانی که می توانست تندتر از این باشه، داره این فضا سازی رو انجام میده. به هر حال در این اردوگاه کسان دیگر و تیم های دیگه هم دارن خودشونو گرم میکنن و هر کس داره به طریقی فضا سازی میکنه برای حضور در انتخاباتی که در پیش هست. بعضی ها به هر حال ابزار پولی دست احمدی نژاد رو و قدرتش رو در رأی شهرستان ها میشناسن. شهرستان های ایران متاسفانه
برخلاف صحبت نماینده‌ای که گفت با 50,000 تومان بیاید پس بگیرید از ما، اما قدرت خرید سابق رو به اون پس بدید، این حرف مردم به اصطلاح شهرها میتونه باشه، اما حرف مردم روستاها نیست، به خاطر اینکه اونها گاهن در فروش محصولات و دام خودشون هم موندن و این رقم‌های یارانه در این یک سال و در دوره انتخابات تونست اینها رو به اصطلاح تا یه حدودی کمک بکنه. به همین خاطر ابزار قوی در دست احمدی نژاد هست به اسم پول. اونها میدونند که احمدی نژاد با استخدام‌های جدیدی که داره میکنه، مهر چینی داره میکنه برای اینکه هیئت‌های اجرایی انتخابات رو هم بچینه. احمدی نژاد مثل خاتمی یا هاشمی رفسنجانی نیست که واقعا کاری به انتخابات دوره بعد نداشتن. احمدی نژاد از ماه‌ها قبل به فکر این بوده و امروز با استخدامی که دستورش رو داده، دستور استخدام بدون فرمایشات استخدامی، بدون قوانین، و امروز هم توی مجلس بهش اشاره شد که بدون الزامات قانونی حق استخدام دارید، به استانداران گفته، هزاران نفر رو استخدام میکنه به خاطر اینکه مهر چینی ها رو بکنه تا در جنگ نابرابری که با شورای نگهبان، با سپاه، با رهبری و با نامزدهای مورد نظر رهبری داره و میدونه که قرار قربانی بشه، لااقل به قول شما سربلند بیرون بیاد. بهترین حالت برای احمدی نژاد از ذهن خودش و به زعم خودش این است که پیش از انتخابات کاری به سر او بیارند که او تبدیل به شهید یا قهرمان بشه. البته به خاطر اینکه فعلا آمادگی شهادت و نوشیدن شربت شهادت رو نداره، احتمالاً دوست داره قهرمان بشه. به همین خاطر بدش نمیاد که کاری بکنه که رهبر انقلاب یهو فرمان عزلش رو بده و او در موضوع اپوزیسیون نظام قد علم بکنه و حرفهایی رو بزنه که مطمئنا در بین مردم خریدار داره. ببینید، در مردم ما یک خشم فرو خفته ای وجود داره که این خشم فرو خفته، بارها گفتم، مثل یک چرکی که زیر پوست انباشته شده، با کمترین سوزن و خراشی بیرون زده میشه. احمدی نژاد هم بلده این کار رو بکنه، به خوبی هم بلده. تمام این که میگن مراقب احمدی نژاد و عصبانیتش باشید، این است که احمدی نژاد یه سوزن دستشه و میدونه دقیقاً کجا باید بزنه تا این چرک بیرون بزنه و خروش و خشم مردم تبدیل بشه به سیلابی که بنیاد نظام رو ببره. به همین خاطر همه دارن مراعاتش رو میکنن. اما در نهایت خیلی ها گفتن که آقای خامنه‌ای، ای کاش، یعنی دوستداران آقای خامنه‌ای بهش گفتن، ظاهرا تو خبرها آمده که کاش زودتر از اینها آقای خامنه‌ای تصمیم میگرفت احمدی نژاد رو اصل کنه، چون این هرچی بیشتر بماند، هم اون دمل چرکی بزرگتر میشه و هم سوزنی که در دست احمدی نژاد هست قویتر میشه و هم وقتی که این رو بترکونه سیلاب بزرگتری میاد. به همین خاطر انتخابات پیش رو، برخلاف این که، چون توی سوالات مخاطبان آدم میبینه که بعضا میگن که این دعواها نمایشی هست، فضاسازی هست، بازیسازی هست، من عرض میکنم که نه، واقعا فکر نمیکنم به عنوان تحلیلگر، من نه به عنوان فعال سیاسی، به عنوان تحلیلگر من فکر میکنم که اون چه که دارم از احمدی نژاد 86 تا امروز 84 تا امروز دنبال میکنم، احمدی نژاد نیست که یک زمانی به عنوان کارگر و عامل آمد وارد سیستم شد و بهش گفتن که شما امروز به جای سلطان مینشینید آقای شبان و قرار هست نقش سلطان رو بازی بکنید. مردم افسانه سلطان و شبان در ایران یادشون هست. این شبان به مرور باور کرد که سلطانه و حالا دیگه کندن اون از قصر و کندن اون از ثروت قصر کار بسیار بسیار سختی است. احمدی نژاد برای رفتن از ریاست جمهوری اون نخی رو که به شما گفتم امروز به تریبون مجلس بسته بود، به پایه‌های جاهای محکم‌تری خواهد بست. بله. اگر بخوان اون رو قربانی بکنن، احمدی نژاد حاضر به قربانی شدن نیست و محکم اون نخ رو خواهد کشید. مطمئنا بعد از اون اتفاقات بدتری در راه خواهد بود برای نظام. البته آقای دایی، وقتی که آقای خامنه‌ای صحبت از این میکنه که
نگید انتخابات آزاد، مگر انتخابات آزاد نبوده؟ در تمام دوران انقلاب انتخابات آزاد بوده. ایشون چرا این بحث رو در این فاصله مطرح میکنه؟ ظاهراً آقای احمدی نژاد این حرفا رو اختازگی میزنه. آقای هاشمی اخیراً گفته بود و افراد دیگری، آقای خاتمی، و دیدید که توی برنامه هم صحبت شد که این حرفا خارج از کشور اپوزیسیون اینها رو مطرح میکردن و الان اونها شدن سخنگوی اپوزیسیون، اونچه که اصولگرایان مطرح میکنن. در این حال این رو هم بد نیست اشاره شما بهش بکنین. آقای دایی گفتن آقای خاتمی و آقای هاشمی کاری به انتخابات بعد نداشتن. شما هم برداشتون همین هست؟ عرض کنم که جناب دقانپور، اجازه من از یه جای دیگه شروع کنم، چون بحثی که در مورد احمدی نژاد و رفتارش هست رو بیشتر ما رو شخصیت خودش بردیم، غیر قابل کنترل و اینها. من میگم یه قدم فراتر بگذاریم، مسئله شخصیتش نیست، هست، همه قضیه نیست. ببینید، مگه هاشمی رفسنجانی 8 سال پیش تقلب نشد؟ گفت به خدا پناه میبرم، هیچ حرفی هم نزد. الان جلوی رهبر ایستاده، کوتاه نمیاد. همین آقای کروبی گفت من رفتم خوابیدم، 5 میلیون رأی منو دزدیدن، ولی هیچ کاری نکرد. همین حکم حکومتی رو آقای کروبی هم اجرا میکرد. چه شده که آقای کروبی، رفسنجانی، عسکرولادی، عماد افروخ، سردار علایی جلوی رهبر میایستن؟ به همون دلیلی که احمدی نژاد قدرت پیدا کرده گستاخی میکنه. بنابراین فقط تنها مسئله شخصیتش نیست. از کجا ناشی میشه؟ از ضعف ولی فقیه. ضعف ولی فقیه در کجاست؟ حرفی که همین سردار شعبانی در مصاحبهش گفته آقا در زمان جنگ که زین اسب عوض نمی‌کنن. خب رئیس جمهور کشورشون و سیستم خودشون رو به زین اسب تشبیه کرده، خیلی جالبه. اما نکته اینجاست که چون خودشون رو در جنگ می‌بینن، اولویت‌های دیگری دارن، دسترسی به سلاح هسته‌ای، کنترل اوضاع در داخل، سرکوب و دخالت‌های منطقه‌ای، بنابراین نمی‌خوان تنش‌های داخل سیستم باعث بشه که مردم قیام بکنن، شورش بکنن. بنابراین احمدی نژاد رو حذفش نمی‌کنن، نمی‌تونن رفسنجانی رو کامل جنایشو حذف کنن، نمی‌تونن برخورد قاطع بکنن با اصلاح طلبا. چرا؟ چون تنش ایجاد خواهد شد، قدرت ندارن. این ضعف خامنه‌ایه که قدرت و گستاخی داده به احمدی نژاد، باعث میشه که رفسنجانی هم سکوت نکنه. یکی دوم اینه که دعوا بر سر چیه؟ میگن که خامنه‌ای اشتباه کرده، احمدی نژاد بوده. اصلا اینطور نیست. مشکل خامنه این نبوده که بخواد در کشور مثلا آزادی بده. این یه دور رفته سیستم که با آوردن خاتمی و با بودن رفسنجانی بخوان مردم رو سر کار بگذارن، یعنی نصف نیمه یه کمی به مردم فضا بدن، مردم صداشون در نیاد. نتیجه شو توی 18 تیر دیدن. یعنی خامنه ای به خوبی میدونه بحث انتخابات آزاد هم همینه، چون جناح مخالف هم وقتی میگه انتخابات آزاد، وقتی میگن خاتمی و رفسنجانی، منظور نیست که من و شما در شرکت بکنیم انتخابات آزاد باشه، میگن جناح‌های دیگه باشه. یه کمی فضا رو باز کن. خامنه ای چی میگه؟ میگه آقا جان اگه من فضا رو باز بکنم، یه مقدار باز بشه، این آتش فسان مثل 4 سال پیش بیرون میزنه، مثل زمانی که خاتمی اومد 18 تیر میشه. من کنترل خواهم کرد. رو همین حسابم احمدی نژاد آورده، رو همین حسابم به حرف اینها گوش نمیده. در مقابل رفسنجانی و بقیه هم میگن آقا اگه همین سیستم رو بریم همه با هم سقوط میکنیم، ما اجازه نمیدیم، چون شرایط بحرانیه، با همین اوضاع اگه پیش بره همه با هم سقوط خواهیم کرد. گستاختر شدن جلوی رهبر و ولی فقیه و سپاه میستن. بنابراین حرفای احمدی نژاد، مقاومت رفسنجانی و دیگران ناشی از ضعف خامنه‌ایه، ناشی از بحرانی بودن اوضاع، ناشی از اینه که مردم هر لحظه ممکنه شورش بکنن، ناشی از اینه که رژیم در حال سقوطه و همه جناحان نگرانن، گستاختر شدن. در مقابل مسئول اصلی این شرایط، یعنی خامنه‌ای و سپاه، میایستن. اینو باید در این ببینیم، ربطی به احمدی نژاد هم نداره. هر کسی دیگری هم بود گستاختر میشد در مقابل ولی فقیه. هیچ کس آرامتر از احمدی نژاد در مقابل خامنه‌ای نبود که به اینجا کشیده شده، به خاطر در درجه اول به خاطر شرایط همه گستاختر شدن. ببینید عسکرولادی رو، ببینید اصلا کوتاه نمیاد. بنابراین فقط احمدی نژاد نیست، ناشی از شرایط. روز به روز هم تشدید خواهد شد، شکافا بازتر خواهد شد و این حکومت به همون دلیلی که شعبانی گفت نمیتونن زینه اسب عوض کنن، نمیتونن داخل سیستم جراحی بکنن، این سیستم رو فلج کرده و هر لحظه بدتر خواهد شد. آقای نوریزاد، اون نکته که آقای جنتی میگه که انتخابات آزاد، دیگه هم در واقع صحبت کردن، رمز شورشه،
و فتنه است به گفته اونها. آیا واقعا برگزاری انتخابات آزاد به شورش اجتماعی به نظر شما منجر میشه؟ اگه حالا بپذیریم با واقعیت‌هایی که به برگزاری انتخابات آزاد در ایران با اون چه که ممکنه در خارج در استانداردهای بین المللی رو صحبت میکنیم تفاوت داشته باشه طبیعتا. فکر کنم که وقتی خامنه‌ای از انتخابات آزاد سخن میگن و بر این واژه تاکید میبرزن، اشارهشون به دایره وسیعی از مخالفین خودشونه. از احمدی نژاد شروع میشه، به سمت خانه آقای هاشمی و خاتمی میره و همه مردم معترض رو هم شامل میشه. آقای خامنه‌ای وقتی میگه جدول مورد نظر دشمن رو پر نکنید و به تبع او مثلا امام جمعه هم همین حرف رو میزنن، منظورشون اینه که ای مردم، ای بزرگان، ای سیاست مداران، اگر هم جنب و جوشی میخواید بکنید توی جدول خود ما جا به جا بشید. من اخیراً دیدم، ببخشید من یکم آلرژی دارم، سرفه میکنم، اخیراً دیدم آقای حداد عادل مصاحبه‌ای کرده و در اون به دامادش آقا مجتبی و نوه نوپای خودش اشاره کرده. من شمردم دیدم در یک صحبت کوتاه ایشون 7-8 مرتبه از واژه دشمن استفاده کرد. این همه به کار بردن واژه دشمن معنیش اینه که هر کس که مثل من فکر نکنه میتونه دشمن باشه، وگرنه من به شما اطمینان میدم که حاکمان جمهوری اسلامی ایران از هر دشمن تابلودار، از آمریکا، از اسرائیل، از روسیه، از چین، حتی شرمنده هم وقتی من اینا رو میگم آیده خانم باور کنی خودم خجالت میکشم، یعنی افسردگی میگیرم، حتی از طالبان به اسلام، به مردم، به انقلاب، به کشور بیشتر لطمه وارد کردن. این همه از دشمن گفتن یعنی دامن آلوده خود رو از منجلاب بی ارزگی و پخمگی و بی لیاقتی و هدر دادن ثروت‌های انسانی و ملی و پولی کشور بیرون کشیدن. حالا این واژه انتخابات آزاد باب شده، یعنی وقتی رهبر گفت انتخابات ما آزاده همه لب فرو بندن و بپذیرن و نق نزنن، حالا این هاشمی باشه یا خاتمی یا کل مردم روی زمین. ببینید شما وقتی یه تابلو بلند میکنید به اسم انتخابات و این تابلو رو میدید دست آقای جنتی یا اونو میدید دست آقای عسکرولادی مسلمان یا اون رو به دست آقای کامران دانشجو، بدید به دست آقای مصباح یزدی، اصلا بدید دست آقا مشتبه خامنه‌ای و بیت رهبری، همین که این شخصیت و این تابلو رو بالا گرفتن آینده انتخابات رو میشه از پیش مشخص کرد. شما وقتی همه نخبگان رو کنار زدی و مردم رو بین انتخاب حداد عادل و قالیباف و چند نفر دیگه مثل اینها مخیر کردی، با هر آزادی و اعمال نظارت هم که از سطح جهان و نمایندگان بین المللی هم صورت بگیره، این انتخابات اگه انجام بشه مردم درست به راهی رفتن که ما از قبل براشون خط کشی کردیم. مانور آقای احمدی نژاد در جلو دادن فردی مثل مشایی بیشتر یه نمایشه و در دادن نشانی غلط به اطلاعات و سپاه و رهبری، که مثلا من روی این آدم خیلی حساسم، وگرنه خود احمدی نژادم میدونه که خیلی وقتی که از چشم رهبر و اطلاعات و سپاه افتاده. اینکه آقای احمدی نژاد باید برای اینکه میدان نبرد خودش با اطلاعات و سپاه و رهبری رو به یه زمین سمون بکشته و بگه آهای رهبری، آهای اطلاعات، آهای سپاه، همه ی خواسته من اینه که در انتخابات ریاست جمهوری سهم و نقش داشته باشن. اطلاعات و سپاه رو اگر بیان با برهم زدن سهم و نقش احمدی نژاد او رو به زمین بزنن، مسلماً فلفور به سراغ هست فیزیک احمدی نژاد نمیرن، میگن همین داغ شکست براش کافیه. من معتقدم بازی انتخابات برای احمدی نژاد حکایت از این ستون به آن ستون فرج است رو داره. هر چقدر او بتونه نشانی غلط از خودش و از درون خودش و خواستهای خودش به اطلاعات سپاه بده، اونا رو به همون سم منحرف میکنه. احمدی نژاد که نمیاد مستقیما بگه آی رهبر، آی اطلاعات، آی سپاه، من دارم میترسم و من به هر حال باورم بر اینه که ایشون به شدت میترسه و این همه هیاهو و ترس و جنجال برای فرار از این ترس های پنهانی است.
آقای داد، وقتی که آقای خامنه ای صحبت از این میکنه که این دلبستگان و وابستگان نظام بیان کاندیدا بشن در همین انتخاباتی که به گفته ایشون در تمام طول این سالها آزاد بوده، اشارهشون به که هست؟ این اشارهشون به این دوی به علاوه یک آقای حداد عادل و ولایتی و قالیباف که کنار هم جمع شدن؟ والا اشاره آقای خامنه ای به کسانی است که قبلا دور خود ایشون جمع شدن، بعد به اونها میگه که بیایید با هم دیگه این بازی رو توی خودمون انجامش بدیم. امروز احمدی نژاد، اجازه بدید من یه دو سه تا نکته کوچولو راجع به هم جلسه امروز بگم، هم راجع به بحث انتخابات آزاد و این سوالی رو هم که شما یعنی به اشخاص هم خواهم رسید. راجع به این اشخاصی که اسم بردید، امروز احمدی نژاد موضع خودش رو معلوم کرد. همینطور که آقای نوریزاد گفتن، احمدی نژاد نمیاد بگه من میترسم، بلکه امروز موضعش رو در لابلای حرفاش از زبان دیگری گفت. گفت که اون کسی که حمله میکند لزوماً برنده است و اون که عقب نشینی میکند و منفعل است بازنده است. احمدی نژاد مدل بازی کردنش هجومیه. اگه مربی یه تیم بود تهاجمی تیمش رو میبست، یعنی 11 نفر رو میذاشت جلو، دروازه رو هم خالی میذاشت، به خاطر اینکه با این سیستم تا حالا برنده بوده، تا حالا تونسته با این نظام و این رهبری جلو بره. یکی از فرماندهان سپاه گفت که این بار ما انتخابات فتنه بعد از انتخابات نداریم، این بار ما فتنه قبل از انتخابات داریم. در واقع انتخابات ببینید سه مرحله داره، برای مردم میگم. مرحله قبل از انتخاباته که کاندیداها باید با همدیگه مناظره و رقابت بکنن. مرحله برگزاری انتخاباته که باید درست و قانونی انجام بشه و شمارش بشه. و مرحله بعد از انتخاباته که برنده و بازنده معلوم میشن. در سال 88 مردم دیدند که بعد از انتخابات تبدیل به فتنه شد اعتراض ها و کشته ها دادیم و زندانی ها دادیم و تبعیدی ها دادیم. این بار آمده و سپاه میگوید که قبل از انتخابات ما فتنه خواهیم داشت. یعنی چی؟ یعنی ما در دوران مناظره ها و رقابت های انتخاباتی فتنه ها خواهیم داشت. و منظورش هم به این هست که یکی از منظور به اصطلاح اصلیشون روی همین هست که کسانی خواهند اومد. اون کسان به قول آقای دایی عزیز از من و شما نیست منظورش. منظورش همین کسانی است که بیرون از سفره قرار گرفتن و ممکنه که اینها هم بیان و سهم اینها رو کم بکنن. به همین خاطر در واقع دارن تلاش میکنند که هر کسی مجوز ورود اون یکی رو باطل بکنه. در صورتی که اگر می دانستند که به همین دلیل سقوط کردند یکی پس از دیگری، اتفاقا سعی می کردند که هر کس نفر بعدی رو هم با خودش بکشه توی تالار، تا این تالار پر بشه از نامزدهای متنوع و مردم در مقابل نامزدهای متنوع بتونن انتخاب آزادی داشته باشن. گرچه که آزادی نسبی است، آزادی که در دید آقای هاشمی رفسنجانی هست با آزادی که در دید آزادی انتخابات که در دید من و شما هست یا در دید آمریکایی ها هست یا در دید آقای کروبی هست فرق میکنه. به زعم بنده انتخاباتی که نامزدهای گذشته اون هنوز در حبس هستند اساساً انتخابات معنا نداره. به همین خاطر انتخابات آزادش دیگه طبیعتاً یک لطیفه است. اما اینکه از الان نامیرن به سمت اینکه انتخابات آزاد رو هم تبدیل کنند، احمد خاتمی اعلام کرد حرف نادرستی به اسم انتخابات آزاد رو نزنید. خیلی جالبه، مثل اینکه ما بگیم حرف نادرستی به نام اخلاق رو نزنید. انتخاب آزاد یک نرم پذیرفته شده در جامعه جهانیه. شبیه این است که شما وارد سوپرمارکتی میشید و میخواید خرید بکنید برای خونتون و انتظار دارید که همه چیز در این سوپرمارکت باشه. اگر بگم که در این سوپرمارکت اسمش سوپرمارکت هست، تابلوش سوپرمارکت هست، اما وقتی وارد میشید فقط سیب و گلابی گندیده داریم، شما انتخاباتی ندارید که اصلا آزاد باشد یا نباشد. حالا اگه بگن که نارنگی هم میاد، باز شمایی که به دنبال مثلا برنج و لوبیا و نخود هستید احتمالاً
به نتیجه‌ای که می‌خواهید نمی‌رسید. به هر حال آقای داد یه سوال ما توی فیسبوک کردیم، می‌خوام که اگر میشه خیلی کوتاه پاسخ بفرمایید که این اون چه که آقای جنتی هم بعد از این صحبت مطرح کرد که گفتن این رمز شورش انتخابات آزاد، آیا واقعا نگرانی از این وجود داره که اگر به این سمت برن که همین تعریف که شما کردید، یعنی اون گروه هایی که بیرون از قدرت در زیر چتر جمهوری اسلامی فعال بودن اونها رو بخوان بیارن و اون تعریف اونها از انتخابات آزاد این هست، این هم فکر میکنید مایه نگرانیه که ممکنه تبدیل بشه به یک شورش قیام مجدد؟ آیا واقعا چنین نگرانی جدی وجود داره؟ خیلی کوتاه. فقط به دنبال این باشند که خود نیروهای فعلی رو، خاتمی، هاشمی رفسنجانی و کروبی مثلا، اینها رو هم بیارن، چون تا حالا هیچ وقت وزن کشی واقعی هم بین خود اینها در نظام صورت نگرفته. به قول آقای دایی اون بار رأی اون رو خوردن، اون بار رأی اون یکی رو خوردن، اون بار اون یکی به خدا پناه برد، وزن کشی واقعی نبوده، لذا خودشون هم نمیدونند که در صورت برگزاری یک انتخابات آزاد بین همین نیروهای موجود واقعا کی برنده میشه و بعد تبعاتش هم نمیدونند. یعنی نمیدونند اگه احمدی نژاد برنده شد مثلا 20 میلیون رأی آورد شورش خواهد شد یا نه، یا اگر خاتمی برنده شد شورش خواهد شد یا نه. ترسشون درسته به نظر من، حرفشون هم درسته به زعم خودشون که انتخابات آزاد با شرایطی که اونها دارند ممکن است به شورش بیانجامند، چون چنان فضا رو قبلا بسته بودند که حتی نمیدونند بازیگران صحنه‌ای که خودشون تدارکیدن دارای چه پتانسیلی هستند و بعد از پیروزی ممکن است تبدیل به تهدید بشن یا تبدیل به فرصت، و مثل احمدی نژاد آیا براشون اول نعمت خواهند بود یا از همون اول تبدیل به یک مصیبت خواهند شد. آقای دایی خیلی کوتاه همین پرسش، آیا اون تعریفی که اونها از انتخابات آزاد دارن و بلان هم صحبت شد در موردش، با همین تعریف این نگرانی وجود داره که ممکنه انتخابات بعدی باز منجر به یک شورش اجتماعی بشه؟ ببینید به اعتقاد من همه حرفای انتخابات آزاد 4 سال پیش و 8 سال پیش و 12 سال پیش هم میگفتن، به کسی هم بر نمیخورد، خامنه‌ای هم ناراحت نمیشد، باز هم به خاطر اینکه شرایط تغییر کرده. به اعتقاد من یه نکته رو باید در همه تحلیل هامون نگاه بکنیم، چه در مورد برخوردهای احمد نژاد، چه در مورد کارهای خامنه‌ای و در کل سیستم. شرایط کنونی قابل دوام نیست. جمهوری اسلامی تحت شدیدترین تحریم‌هاست، بحران عظیم اجتماعی و سیاسی داره، ورشکستگی کامل اقتصاد قابل دوام نیست. این باید به یک طرف بچرخه. خامنه ای هدفش اینه که این نمایش انتخابات رو که هیچ وقت انتخابات نبوده این رو با آرامی برگزار کنه، مثل مجلسی که بود، یعنی با حداقل تنش که به جامعه سرایت نکنه. بنابراین از دیگران میخواد بگه آقا سکوت کنید، حرف شما باعث میشه که انتظارات و توقعات بالا بره، ساختار شکنا بهره ببرن چون شرایط فرق کرده. بله. بنابراین خامنه هدفش اینه که با حداقل برگزار بشه، دیگران هم کوتاه نخواهند اومد. دلیلش چیه؟ دلیلش شرایطه. به اعتقاد من با نزدیک شدن به تابستان، با نزدیک شدن جمهوری اسلامی به نقطه‌ای که میتونه به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کنه، اوضاع منطقه ورشکستگی کامل اقتصادی و اجتماعی در کشور ما، اوضاع باید به یک سمت بچرخه. آیا سوال فقط اینه؟ به اعتقاد من کاندید اصلی خامنه‌ای امثال ولایتی هستن. سوال اینه خامنه‌ای در مقابل غرب و مردم میخواد کوتاه بیاد یا نه؟ چیزی غیر از این نیست. احمدی نژاد کاره اینی، احمد نژاد بخش مهمی از داستان اصولا نیست، بخش کلیتر تصمیمی که ولی فقیه باید بگیره نزدیکای تابستون به کدوم سمت میخواد بره. اتفاقا آمریکا و دنیا هم منتظره، مردم ایران هم منتظرن که از کوچکترین شکاف استفاده بکنن. این رو باید رصد بکنیم. احمدی نژاد آدم مهمی در این وسط نیست. آقای دایی جواب آریا خیر بدین، چون میخوام هر سه شما وقتمون خیلی اندک است، میخوام اینو بپرسم که آیا با توجه به این فضایی که اشاره شد در طول برنامه، آیا ما رفع حصر آقای موسوی و کروبی رو پیش از انتخابات شاید خواهیم بود برای اینکه تنور انتخابات گرم بشه، آره یا خیر؟ من فکر میکنم خیر. خامنه ای دنبال گرم کردن با اصلاح طلبان نیست، اصلا دنبال این مسئله نیست. خیلی هم فکر میکنن نمایش دستگیری فائزه یا مهدی هاشمی، نه خیر اینطور نیست. خامنه ای به اعتقاد من اونجی که دلش میخواد اینه که اینها رو در حرس نگه داره، ساکت نگه داره. بله. ولی تا تابستان فاکتورهای دیگری هم هست عمل میکنه که اونها هم شاید خامنه‌ای رو مجبور بکنه به سمتی بچرخه. آقای نوریزاد ارتباطمون با آقای نوریزاد قطع شد. آقای داد 30 ثانیه وقت داریم، رفع حصری شاید خواهیم بود در این چند ماه آینده؟
نه خیر، متاسفانه شرایط آقای کروبی و موسوی رو هم سخت‌تر کردن و چنین نخواهد شد که اونها رو آزاد بکنند و اصولا آزاد کردن اونها تنور انتخابات رو داغ نمی‌کنه، بلکه نون داخل اون رو هم برای خامنه‌ای می‌سوزونه. چرا پس آقای اذکرالهادی و مرتضی نبوی اخیراً این بحثا رو مطرح می‌کنه که اینا سران فتنه نیستن؟ من یه چیزی نوشتم، اینا سهامداران نظام هستند، میدونن که آقای خامنه ای به هر حال گاهگداری باید بهش نشون داد که آقا ما هستیم، یه فکری بکنه. احمدی نژاد پاشو زیادی داره از گلیمش دراز میکنه. بله. گاهی به هر حال اون خواب میبینه، اون یه خوابنما میشه و این حرفا حرفای جدی نیست. اینها آدمهای جدی و موثری تو این زمینه نیستن. شخص آقای خامنه ای اگه تصمیم بگیره بدون اینکه اینها بیان و حرف بزنن، خودش اجرا خواهد کرد که به نظر من تا قبل از انتخابات این اتفاق نمیاد. سپاسگزارم از شما. متاسفانه در این پایین برنامه ارتباط تلفنی با آقای نوریزاد قطع شد. از شما تشکر میکنم آقای داد، آقای دایی، آقای نوریزاد، از هر سهشون سپاسگزارم. فیسبوک و وبلاگ برنامه رو، یوتیوب، توییتر و ایمیل ما رو فراموش نکنید. آیا دولت اوباما در دور دوم در برابر ایران سیاستی متفاوت خواهد داشت؟ این پرسش محوری برنامه پنجشنبه افق. موضوع برنامه دولت جدید اوباما، تغییر سیاست در برابر ایران. مهمانها آرام حسامی، الکس وطنخواه، میر جاودانفر و شایان سمیعی. افق 8 تا 9 شب ایران.